با درود فراوان حضور شما عزیزان که هر هفته بیننده برنامه ما هستید و با اظهار محبت هاتون موجبات تشویق ما خادمین رو فراهم میکنید. ما سعی بر آن داریم تا برنامه های تلویزیونی سروش دوست رو در موضوعات متنوع و متفاوت تهیه کنیم تا رضایت شما عزیزان رو فراهم کرده باشیم. در برنامه امروز بحثی داریم در مورد هنر به طور عمومی و هنر معماری به گونه اختصاصی و دعوتی کرده ایم از یکی از آرشیتکت های سرشناس جهان که در برنامه ما شرکت کنند و ما رو با این هنر ارزنده بیش از پیش آشنا کنند. از شما عزیزان دعوت میکنم که برای دیدن این برنامه اختصاصی با ما همراه بمانید. بینندگان عزیز، میهمان برنامه امروز ما یکی از اساتید سابق دانشگاه هاروارد آمریکا هستند در رشته معماری که من اجازه میخوام به ایشون خوش آمد عرض کنم. سرکار خانم نوشین احسان، به برنامه ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم و اجازه بفرمایید که بینندگان عزیز هم سلام عرض کنم و از شما تشکر کنم که بنده رو به این برنامه بسیار خوبتون دعوت فرمودید. منم خیلی متشکرم از اینکه شما دعوت ما رو پذیرفتید. بینندگان عزیز، در خصوص معرفی سرکار خانم نوشین احسان، البته اگر من بخوام تمام مقاماتی و یا تحصیلات ایشون یا فعالیت هایشون رو در سطح جهان در اینجا عرض کنم، از وقت نیم ساعته برنامه ما خیلی خیلی فراتر خواهد رفت. من مختصرا خدمتتون میگم که سرکار خانم نوشین احسان استاد سابق دانشگاه هاروارد آمریکا هستند و اولین بانوی استاد معماری ایرانی این دانشگاه به حساب میاد. سرکار خانم نوشین احسان در دانشگاه RPI آمریکا نیز تدریس کردند، همچنین در دانشگاهی در لندن. دانشگاه‌های بزرگ دنیا از ایشون کرارن دعوت کردند که در آن دانشگاه‌ها برای اساتید و برای دانشجوهاشون سخنرانی کنند. مختصرا من اشاره فقط به چند کشور می‌کنم. کشورهایی مثل آمریکا، چین، ژاپن، تایلند، سنگاپور، دانشگاه ایران، شوروی، ترکیه، بلغارستان و خیلی خیلی دانشگاه‌های دیگه از ایشون دعوت کردند که در اونجا سخنرانی بکنن. حالا سرکار خانم احسان، اولین سوال بنده در مورد معماری این هست که آیا به نظر شما ساختمان میتونه در روح انسان اثر داشته باشه؟ بله، دقیقا این همون سوالی است که من مطرح کردم در کتابی که دارم می‌نویسم و سری سخنرانی‌هایی که در دنیا می‌کنم راجع به روح در ساختمان، که تایتل انگلیسی این کتاب چون به انگلیسی نوشته میشه is spirit of space هستش، و در اینجا عنوان می‌کنم که چقدر یک بنا، یک فضای ساختمانی می‌تونه عامل شادی و یا غم، راحتی یا سختی، گرمی و الفت و یا خیلی سردی و دلتنگی بشه، و عناوین دیگری مثل مثلا دلبازی ساختمان، دلبازیش یا غمگینیش، یا در نهایت یک ساختمان چجوری میتونه ایجاد روحانیت بکنه که اون دیگه وقتی تمام ضوابط دور جور هست اون الوهیت، اون روحانیت ایجاد میشه. و اگه بخواید میتونم دونه دونه اینا رو بررسی بکنیم که مثلا یک ساختمانی که ما فرض کنید مخالف شادی، ساختمان غمناکه، بعضی اوقات استادان معمار یا طراحان
ماهر میتونن حتی با طراحی یک ساختمان شما رو مخصوصاً غمناک کنن و بعضی وقتا البته نادانانه این کارو میکنن. ولی در این مورد یک مثالی بزنین برای بینندگان ما. بله، مثلا یک ساختمانی هست در برلن آلمان ساخته شده توسط یک آرشیتکت بزرگی به نام دانیل لیپسکین. این ساختمان موزه هولوکاست هست. هولوکاست، بله. موزه هولوکاست، شما احتیاج دارید که اون حس رو به شما بده که اون افراد در چه موقعیتی بودن و چقدر زجر کشیدن و فقط با عکس و تاریخی که اونجا بیان شده نیست. این اومده با ایجاد زاویه هایی که در طراحی گذاشته، در نورهایی که داده، در تشدید ابعاد، مثلا یک حالی رو درست که یک سالونی رو درست کرده که اینقدر سقفش بلنده و دیوارا بلند در کنار همه و این دیوارا رو به جای اینکه صاف بذاره کج کرده و بعد با ما هنرمندان رو دعوت کرده، مثلا در اون سالون فرض کنه کله های با آهن کله درست کردن و اونا رو ریخته روی اون زمین و آدم وقتی راه میره صدایی که میپیچه تو این، خلاصه از اون ساختمان وقتی میاید اصلا سرتون گیجه، حالتون متغیره و اینقدر تاثیر در روح و جسمتون میذاره که واقعا این درست کار کرده که شما رو غمگین کرده، در حالی که یه ساختمان دیگه با عمل کرده بسیار غلط میتونه شما رو غمگین کنه. مثلا یه ویلا برای شما داره میسازه ولی این به جای اینکه نورهای مناسب داشته باشه، تناسبات مناسب داشته باشه، ارتباطات مناسب داشته باشه، میاد به یک فرمهای عجیب غریبی که با گذشته شما هیچ هماهنگی نداره، شما رو در یه تجملی که اصلا باش آشنایی ندارید وارد میکنه، برای اینکه کپی کرده مثلا از یه دوره‌ای که اصلا به زندگی شما هیچ ارتباطی نداره و در هر حال میتونه یه قصر ساخته باشه ولی شما احساس قفس بکنید توش. بله. پس هر کدوم از اینا هنر یک چیزی رو میتونه با عمل فکری که قبلا کرده درست کرده باشه و بعد به خاطر اینکه معمار خوبی نبوده باشه و بخواد کپی بکنه برای اینکه شما رو مثلا به اون خواستتون که بعضی مردم میگن یه چیزی میخوام که خیلی قشنگ باشه، ولی اون که میگید خیلی قشنگ باشه، قشنگی از دیدن شما با دیدن اون فرق میکنه و یه معمار خوب بایست بره تو تون و پود شما ببینه اصلا لغت قشنگ برای شما چیه، لغت قشنگ برای شما و من فرق میکنه. ولی اگر که تمام ضوابط جور باشه، اون حدی که دارم میگم الوهیت کامل، اون معماری مثلا فرض کنیم معماری مشغول از کار هندوستان دیگه جوون و پیرو نمیدونم این این گذشته با این آشنایی های با اجتماع و فرق نمیکنه، هر سنی، هر سالی، هر تحصیلاتی میتونه از اون خوشش بیاد، ولی هر کسی نمیتونه یه همچون ساختمانی رو ایجاد کنه که اینقدر اما عوامل درست باشه که همه اون احساس روحانیت رو توش بکنن. مشغول از کار هندوستان همیشه نمونه است در تمام صحبت‌های من، برای اینکه اون چه المان که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که اون چه جزئیاتی که باید آدم رو نزدیک بکنه به اون خوشی واقعی، اون نزدیک شدن به اون احساسات روحانی در اونجا اجرا شده و واقعا اینقدر کامله که این ساختمون حالا داجبش کشف خواهد شد که چقدر، چرا اینقدر این کامل و صحیح و درسته. میتونم من اینجا یک سوالی بگم از خدمتتون؟ شما خودتون شخصا این معبد لوتوس رو یا این عبادتگاه دیانت باهائی رو در هند دیدید اون رو یا نه؟ بله، من شخصا که دیدم و قبلا هم عرض کنم که از نظر یه معماری که اونچه که به ما یاد داده بودن، من هم مثل خیلی معمارای دیگه معتقد بودم که این از نظر فرم صحیح نیست و این یک چیز خیلی خیلی عجیبه که برای مردم که وقتی من اینو بیان میکردم
از اون طرف به من اعتماد داشتن، معتقد بودم که سرم میشه، و از اون بعد وقتی اینو میگفتم مردم عجیب بود برشون. بعد وقتی خودم دیدم این ساختمانو، اصلا منقلب شدم. منقلب شدم به حدی که وقتی برمیگشتم با تمام این معمارایی که مثل من فکر میکردن جنگیدم و گفتم بیاید اصلا اون المان هایی که درس میدید که این رو مرتود میکنه، به خیال میکنین که این غلطه، که اون مثلا یکی از المان هاشون این بود که یک ساختمان باید به یک بقیه ساختمان های اون محل و اون شهر و اینا بیاد، یعنی تناسب داشته باشه، تناسب جسمی داشته باشه، تناسب اندازگی داشته باشه، نمیدونم غیره و غیره، در حالی که یک وقتهایی هست که باید همه اینا رو شکست و اهمیت رو گذاشت به چیزهای مهمتر. این ساختمان رو حالا اگه بخوایم تشریح کنیم که چرا اینقدر این کامله و چرا تمام دنیا بهش ازش لذت میبرن و 40,000 نفر در روز میان از هر نژادی، از هر کالچری میان و لذت میبرن، اونجاست که باید ببینیم که حال حالا ها باید تحقیق کنیم درش راجبش و یاد بگیریم. بله، پس در واقع میتونیم در اینجا بگیم که باید استانداردهای معماری رو عوض بکنن. دقیقاً این حرف من بود. و ما باید استانداردها رو عوض بکنیم و به روح ساختمان بیشتر توجه کنیم، به جای اینکه به فرم فقط فکر کنیم، به جای اینکه بفهمیم به اینکه آیا این مجلل یا مجلل نیست، به اهمیتی که در تأثیری که در مرد در روح جسممون میذاره فکر کنیم. و اون تأثیرها، من بذارید برگردم به همون موضوع، مثلا یه ساختمانی که میتونه راحت باشه تا یه ساختمانی که سخت باشه. یه مثالی بزنم در این مورد. یک ساختمان بلندی هست در نیویورک، خدمت شنوندگان عرض کنم بنده الان در نیویورک زندگی میکنم سالیانه، و این ساختمان مال فیلیپ جانسون، یک آرشیتکت بسیار مشهوری است که اخیراً 2-3 سالی است که فوت کرده، ولی این ساختمان خیلی مشهوره و شکل بیزی داره و بلنده، و خیلی ها فکر میکردن که این خوبه و حتی معماران در مجلات معماریشون خیلی چاپش کردن و غیره و غیره، ولی من با احساساتی که از مردم میبینم و تشریحی که خودم از این که یک معماری خوب چی هست میبینم که هیچش خوب نیست، به دلیل اینکه اولا به اون فرم بیزی بودنش و به اون فرمی که هیچ ورودیش رو مشخص نکرده. شما وقتی بخواید به این ساختمون وارد بشید، اصلا باید این در رو هل بدید تمامش هم دور دو دور شیشه است، باز نمیشه، اون در رو هل بدید تا بالاخره یکیش باز میشه، میرید تو یک لابی خیلی بزرگی یک ما داره که اصلا آسانسور اینو پیدا نمی کنید. آسانسور قایم کردن به یک گوشه دیگه به خاطر اینکه مثلا مجلل یک میز بزرگی در اون جلو باشه که میز اطلاعاته. شما فرض کنید وقتی عجله دارید و میخواید یک کسی رو باش قرار دارید در طبقه نمیدونم 15 هم 16 هم، ببینید دنبال این میگردید، حالا وارد شدید در رو بالاخره یکی از این شیشه ها باز شد و رفتید تو، این تنشن شما زیاد میشه، این اعصابتون بیشتر تحریک میشه، بعد میرید و بالاخره آسانسور رو پیدا میکنید در یه گوشه دست چپ میرید تا میرسید به یه جایی که اصلا اون طبقه همش مثل یه لابیرنت میمونه. لابیرنت یادم رفته به فارسی چی میگن، مثل اینکه دنبال خودتون بدوید. و وقتی یه نفر میاد، همیشه هم میان دم در شما رو میگیرن، من که میدونن شما نمیتونید محل پیدا کنید که بعد اون رئیسی اون مرعوسی رو که میخواید ببینید پیدا کنید، ولی میخواید اگر میخواید برگردید احیانا خودتون دیگه باز نمیتونید برگردید. این رو بهش میگن یک معماری گم. این دیگه راحتی ایجاد نمیکنه، در حالی که اگر یک ساختمانی فرض کنید در اصفهان مسجد شیخ لطف الله، دقیقاً همین رو خواستم بگم، شما فکر کنید در این ساختمان برای اینکه حتی زمین اجازه نمیداده که وارد که میشید مستقیم بتونید به مسجد برید، به قدری قشنگ این شما رو با اون ورودی میپیچونه و بعد دوباره با اون گوشه های ساختمان باز میگردونه و روحن آماده میکنه شما رو به وارد شدن عبادت کردن.
این رو بهش میگن یک طراحی بی‌نظیر. من با در اینجا خدمت عرض کنم، من مسجد شیخ لطف الله اصفهان رو دیدم و همینجوری که شما فرمودید واقعا وقتی وارد این مسجد میشید همون حالت روحانیت کاملا به انسان دست میده. خاطرم از سمت چپ وارد میشدیم و سقف نسبتا کوتاه بود و راهرو باریک بود و نور کم بود. یک مرتبه وارد شبستان وقتی که میشدیم یک مرتبه نور و واقعا زیباست، واقعا شاهکار این هست. تصویر تفکر به این که چجوری شما از یک فضا ببرید به یک فضای دیگه مردم رو هدایت کنید به اون احساسی که میخواید درشون ایجاد بشه، فکریست که یک معمار خوب میکنه و مردمی که استفاده میکنن فکرشو نمیکنن، فقط این براشون پیش میاد. به همین دلیل مثلا ساختمان‌های بسیار زیبای چین قدیمی، اگر شما فکر کنید این ساختمان هرچی مهمتر باشه اون پا چی میگن وقتی که میخواید واردش بشید باید پاتونو بلند کنید از اون سردن چی میگن اون پایه در رو دم دری و بله بله. اون چوبی که در دم در بزن از اون بلندتر میشه اگر اون ساختمان اهمیت بیشتر داشته باشه. یعنی شما باید بیشتر آمادگی به خودتون بدید که وارد اونجا اون فضای دوم بشید و به همین دلیل فضاها هر کدومش یه ارزشی داری، یک آمادگی آماده میکنه شما رو برای جای بعدی جای بعدی تا یواش یواش روح و جسمتون به همون حد میرسه. برگردیم همینو در یک خونه مطالعه کنیم. شما وقتی یک وارد یک خونه میشید که سردر و ورودیش دعوت میکنه شما رو مشخصه و واقعا این برخلاف بعضی این ورودی ها که باز دوباره ستون های عجیب غریبی که با ما هیچ آشنایی نداریم و روح و جسممون و با بکراندمون هیچ آشنایی هماهنگی نداره، این همه سادگی کامل رو داره ولی هدایت میکنه. یعنی شما فورا دیدیدش، فورا مشخص شده، در وارد که میشید قشنگ هدایتو میکنه با یک کوریدور اولیه. شما میدونید خود به خود چه جهتی برید برای مهمون، چه جهتی برید برای خصوصی، در حالی که اگر این درست حل نشده باشه باید همیشه دنبالتون یکی بره بگه از این بر بگید، خواهش میکنم از این بر بگید، خواهش میکنم. اصلا اینجاست که اون روحانیت رو کم میکنه و خود به خود تأثیر منفی درتون میذاره. پس یکی از عواملی که تأثیر مثبت در یک ساختمان یعنی در روحتون تأثیر مثبت بذاره و انرژی بهتری بهتون بده این هست که همه ضوابط جای خودشون رو گرفته باشن، به جای خودشون باشن. یکی دیگه از چیزهای مهم اینه که مثلا شما در یک ساختمان اگر الفت میخواید دیگه نمیاد تو اون ساختمان تو اون بنا یک چیزهای اشیاء غیر مأنوس بذارید. بله وقتی میخواید مهربونی و صمیمیت و محبت واقعا ایجاد بشه اونجا میاید خود به خود چیزهایی میذارید که نماینده شما باشه که منم که غریبه هستم وارد منزل شما میشم اون حس رو بکنم که شما کی هستید چی هستید و با اون خصوصیات خوب شما زودتر آشنا بشم و روحمون به روح هم دیگه نزدیک بشه. بنابراین این الفت ایجاد میشه. حالا اگه من بیام به یه خونه مجلل یا یه خونه ای که اصلا نه شما در اون واقعا زندگی میکنید بلکه فقط گفتن که باید اینا رو بخرید خریدید گذاشتید و نه من با اون آشنایی دارم، خب اون الفتی بین ما ایجاد نمیشه. من البته دیدم، حتما شما هم دیدید، وارد یه خونه میشیم مثلا یک کوزه بزرگ چینی ساخت چین در اونجا هست، یک دونه پیانوی مثلا قدیمی انگلیسی در اونجا هست، یک گلدان خیلی مدرن مثلا در یک گوشه دیگه است که وقتی انسان نگاه میکنه میبینه اینا هیچ تناسبی با هم دیگه ندارن و هیچ حالتی به انسان دست نمیده از عنوان یک خونه مسکونی. دقیقاً. حالا تازه اگر هم شما یک دکوراتور انتخاب کرده باشید و تمام اینا با هم تناسب هم داشته باشن ولی با روح و جسم شما تناسب نداشته باشن اون الفت رو نه بین شما و من که خارج از خانواده شما هستم ایجاد میکنه نه بین شما و خانوادتون. پس بنابراین
حق تناسبات بین اون اشیا یک چیز. حالا فرض کنید اومدید و همه این خونه رو خیلی مدرن ترتیب دادید و یا همه این خونه رو خیلی آنتیک و همه بسیار قشنگ بود، همه اومدن و گفتن به به خونه آقای توکلی هستن، مثل یه موزه بی‌نظیری میمونه، چه اشیای جالبی داره اینا، ولی اون الفت ایجاد نمی‌کنه. الفت اونجای ایجاد میشه که اونها با روح شما تناسب داشته باشه و بعد خانواده با اونها ارتباط داشته باشن. به عنوان مثال ما میتونیم این مثال رو بزنیم سرکار خانم احسان، که مثلا در فرهنگ ما ایرانی ها از کودکی ما عادت کردیم که پامون روی قالی ایرانی میذاریم. حالا هر چقدرم که ممکنه یه قالی کوچک باشه ولی و خیلی هم قیمتی نداشته باشه، ولی وجود همین قالی یه احساس، اون مسئله که شما اشاره می‌فرمایید که احساس الفت رو به انسان میده، انسان احساس میکنه که آره خونه خودشه، ایرانی هست و این قالی هم در اینجا هست، قالی ایرانی هست. شما معتقد هستید که واقعا این حقیقت داره؟ البته در این اصلا من فکر تعجب میکنم اخیرا در بعضی منازل میام و خیلی هم ثروتمند هستن ولی کن قالیاشون مثلا قالی ماشینی شده و سوال میکنم، میگن که اینجوری راحت تره و این به مبلمون میومد یا اونی که ما اصیل اصالتمون اینه که به قول شما وقتی میایم هر چقدرم پول نداشتیم یا داشتیم یه قالیچه رو داشتیم تو خونمون و این قالیچه دستی بود، اصلا خودمون رو برمیگردون به اون ضابطه های هنری سنتیمون و اینو اگه از ما بگیرن، خب خود به خود اگه از دست بدیم یه چیز مصنوعی از دست بدیم خیلی بده، در روح و جسممون خیلی تاثیر بدی میذاره. و مثلا اگر اجازه بدید راجب این که این مدتی راجب عواملی که باعث این چیزا میشه، مثلا چه ساختمونی باعث میشه که اون حس روحانیت رو به شما بده؟ اتفاقا این سوالی بود که من در جای یادداشت کرده بودم، من واسه ازتون خواهش کنم بفرمایید صدا میکنم. نه سوال دقیقا همین بود که چه عواملی باعث میشه که ساختمان دارای روح بشه. این واقعا مسئله بسیار هم ساده هم مفصلی است که انشالله اگر عمر بنده باقی بمونه و این کتاب رو تموم بکنم خواهید دید خیلی عوامل ساده ای هست، ولی سادگیش در اینه که وقتی میدونیم ساده است، ولی در وقتی که یه آرشیتکت طرح میده و اینا به اینا توجه نمی کنیم، به چیزهای مصنوعی دیگه ای توجه می کنیم. مهمترین عامل تناسباته. تناسبات اگر نباشه، حالا این تناسبات اخلاقی، تناسبات یعنی با اون آداب و رسوممون بخوره و یا تناسبات ابعاد ساختمان به هم دیگه، یعنی من منظورت اینه که تناسب از نظر خطها، بله، رنگها هم میتونه، همه چیز، همه چیز. لغت تناسب رو میشه براش کتاب تنها بله. فقط تناسب رو نوشت از هر چیز. اگر مثلا این اتاق خیلی عریض باشه و ولی سقفش کوتاه باشه شما فوری احساس دلتنگی میکنید. بله طبیعی است. ولی اگر خیلی سقف بلندی داشته باشه ولی طول عرضش یعنی فضاش کوچیک باشه باز احساس تنهایی میکنید و دلتنگی میکنید. همطور که عرض کردم این عوامل رو اون آرشیتکت که در موزه برلین رو ساخته استفاده کرده که چجوری شما رو غمگین کنه. پس اگر ما به این تناسب بی تناسبی بدیم وقت احساس غمگینی میکنیم، ولی اون با علم به این کارو کرده، پس فرمان این کار درستیه. ولی اگه ما یک جایی بیایم مثلا یک سالن بزرگی بذاریم ولی که نه نور کافی بهش بدیم، نه سقف بلند و مناسبی، به تناسبات طلایی، تناسباتی است که در قرن‌های گذشته در یونان کشف شده و باید به اون توجه کرد. حالا من فقط اشاره می‌کنم به سرعت. تناسبات نور، رنگ، سادگی مصالح. شما اگر از این مصالح برید بپرید به یه مصالح دیگه و صد نوع چیز رو هر چی که تو بازار هست بیارید تو مجموعه یا خونه یا بذارید، به هیچ وقت به جای درست نمیرسه. بعد طراح باید سادگی فکر بکنه، از این شاخه به اون شاخه نپره.
و ضمناً نظم و شلوغی خیلی در روحانیت تاثیر میکنه و حتی نظافت. حضرت بهاءالله فرمودن که نظافت ظاهره هر چند امریست جسمانی ولی تاثیر شدید در روحانیت داره. حالا این نظافت همون قصد رو داشته باشید ولی اگه شلوغ و کثیف باشه اصلا به جای نمیرسه. با تشکر فراوان سرکار خانم نوشین احسان از شرکتتون در این برنامه و با امید این که در این فرصتی که دست داد و شما سفری تشریف آوردید استرالیا در برنامه دیگری هم مجددا در خدمتتون باشیم و از دانش شما استفاده بکنیم. خواهش میکنم، بنده سعادت و سعادت منه که در خدمتتون هستم. اگر میتونم و موفق هستم در خدمتتون. حتما 100%. بینندگان عزیز، با آخر برنامه رسیده ایم و با امید این که از برنامه امروز لذت برده باشید، یادآور میشم که اگر در مورد این برنامه ها نظریه و یا پیشنهادی دارید با شماره تلفن هایی که روی صفحه تلویزیون هایتون ملاحظه میفرمایید با ما در تماس باشید و با نظریات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خودتون ما رو در هر چی بهتر و مفیدتر کردن این برنامه ها راهنمایی بفرمایید که باعث خوشحالی ما خواهد بود. تا روز دیگر و برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. شاد و سربلند باشید.